داستان کوتاه دخیل بر پنجره فولاد، نوشته امیر حسن چهلتن، خوانش مهدی محجوب. مادر گفت دو تا خواهر بودند، دوتایی رفتند پیش خدا. یکیشان سرش را گذاشت روی زانوی خدا و خوابش بود. آن وقت آن یکی، و مادر بزرگ زد زیر گریه. مادر بزرگ می گفت خدایا این دختره را آخر عمری عاقبت به خیرش کن. و خاله اسمت روز چند مرتبه پله های پشت بام را می گرفت، می رفت بالا و عظام می گفت. دایی محمود یک شب آمد و گفت الا و بلا باید ببریمش دیوانه خانه. بابا می گفت اونجا زجکشش می کنن. مادر می گفت این دعاهای شیخ شعیب هم هیچ فایده ای نکرده. خاله توبا یک گوسفند نظر ابوالفضل کرده بود که همچین که خاله اسمت خوب شد بگیریم و بکشیم. یک هفته می شد که خاله اسمت دیگر خون برهنه نمی شد. مادر می گفت اگر خدا بخواهد انگار دارد حالش کم کم خوب می شود. باید برویم گوسفند بخریم. سکینه می گفت خدا کند پشم دست و پای گوسفند سفید باشد تا پرهایش را حنا ببندیم. گمان می کردم از رمضان گوسفند بخرند. رمضان خیلی گوسفند داشت. حنا بود خاله اسمت را ببریم حضرت معصومه. دخیل هایی که خاله توبا بسته بود هیچ فایده نداشت. عمه جان مدام قر و قر می کرد. می گفت همین مال مانده بود تا آخر عمری بیفتیم گیر یک دیوانه. وقتی عمه جان این را می گفت اشک توی چشمهای مادر بزرگ قلقل می زد. از وقتی حال خاله اسمت بد شده بود مادر بزرگ نمازهای طولانی می خواند. وقتی عمه جان و مادر بزرگ با هم می ایستادن سر نماز، عمه جان که سلام می داد مادر بزرگ تازه قامت بست. هر کاری می کردیم خاله اسمت نماز نمی خواند. سید خلیل به بابا گفته بود اشکالی ندارد، دیوانه هر کاری بکند یا نکند فعل حرام نیست. وقتی بابا آمد و این را گفت مادر بهش لبگزه زد. خاله اسمت که زبانم لال دیوانه نبود، فقط حالش بد شد. هر که به خاله اسمت میگفت دیوانه، مادر بزرگ و مادر بدشان میاد. عمه جان یک ریت راه میرفت و به خاله اسمت میگفت دیوانه، مادر لگش میده. اما مادر بزرگ میگفت بلش کن، جوابش با خدا. از وقتی حال خاله اسمت بد شده بود مادر بزرگ 24 ساعته مواظبش بود. خاله اسمت خیلی هم دردی شده، مدام هوای کوچه را داشت. یک روز به محض اینکه ازش غافل شدیم زد به کوچه. دو روز تمام گم بود. آخر سر از توی مسجد صابونی ها پیدایش کرد. این دو روزه تمام شهر را زیر پا کرد. همه مردهای فامیل از کار بیکار شدن. حتی عمه جان که به قول مادر چشم دیدن خاله اسمت را نداشت دور کوچه ها دنبالش می داشت. هیچ کس حرفم را باور نمی کند. هرچه می گویم خاله اسمت نشست کف دست پهن سفید و میان جمعیت گم شد، حرفم را باور نمی کند. مادر بزرگ می گوید گردنم بشکند، اگر حواسم نرفته بود پیش دست سینه زنها الان اسمت پیشم بود. مادر می گوید قسمتش این طور بوده. هنوز هم نباید قطع امید کرد. یک دفعه میبینیم در میزنند و عصمت از در میآید تو. خودم شنیدم که عمه جان داشت به زن حبیب آقا میگفت از گیر این دیوانه راحت شد. بابا مدام مادر بزرگ را دلداری میدهد. مادر بزرگ رخت خواب انداخته و خوابیده. از بس قصه میخورد نصف شده و دارد آب میشد. من دلم میخواهد که مادر قصه دوتا خواهر را بگوید. خاله اسمت بعضی وقتها می نشست به گریه کردن. ایسش رو مشت می کرد. می گفت بچم جوان مرگ شده. از وقتی پسر یوسف یخمال جوان مرگ شده بود، خاله اسمت می زد توی سرش گریه می کرد. انگار ادای زن یوسف یخمال را در می آورد. مادر بزرگ سر نماز آه می کشید و می گفت خدایا دخترم را شفا بده. اسمت را من از تو می خواهم. خاله اسمت غروب ها مات میماند به آب هو. از وقتی حالش بد شده بود موهایش تک و توک سفیدی میزد. یک روز صبح که سر خاله اسمت را حنا گذاشتیم، تا غروب که با مادر بزرگ رفت حمام، 10 مرتبه هم بیشتر انگشتش را زد به موهایش و لیسید. انگشتر عقیقش را هم گم کرد. انگشتر خاله اسمت نگین داشت. به چه درشتی؟
هر وقت از اون میپرسیدیم انگشترت کو، میزد زیر گریه. مادر بزرگ قلیان گردانی کرد، تخم مرغ شکست. هر دوبار هم اسم زن حبیب آقا در آمد. آخر سر هم نشست و گفت که مادر بزرگ پاک نبوده. خاله اسمت از مادر هم یک سال بزرگتر بود. خاله اسمت تفلی، خانه شوهر نرفته پیر شده. مادر بزرگ میگفت از اول بختش سیاه بود. پیشانی نوشتش اینطور بوده، خدا خودش خواسته. هفته یک بار دکتر شفیع میامد خانمان، خاله اسمت را معاینه میکرد. به مادر بزرگ میگفت بروید شکر خدا را بکنید که خالش از این بدتر نمیشد. مادر بزرگ گلوبند طلایش را هم برد و فرود. دکتر شفیع انگار زیاد پول میگره. خاله اسمت از وقتی حالش بد شده بود تا آن روز که بردیمش از دست معصومه، 17 تا از کفترهای حبیب آقا را پر داده بود. حبیب آقا اینا میخواستن از خانمان بلند شدن. مادر قصه‌اش شده بود. میترسید به هوای خاله اسمت هیچ کس اتاق خالی را اجاره نکنه. زن حبیب آقا راه میرفت و غر میکرد. هر وقت خاله اسمت میرفت نزدیکش دعوایش میکرد. یک روز با انبور زد روی پای خاله اسمت. خاله اسمت نشست بزار زدن. زن حبیب آقا دست و پایش رو گم کرد، زد زیرش. گفت من نزدم، خودش انبور رو برداشت و زد روی پایش. اما من دیدم که زن حبیب آقا زد. الهی مچش از بیخ قلم بشود. حبیب آقا و زنش به قول مادر بزرگ نماز کمرشان نمیزنند. صبحا که همه پا می شویم برای نماز، حبیب آقا و زنش دارند پادشاه هفتم را خواب می بینند. حبیب آقا جواب سلام آدم را زورکی می دهد. حبیب آقا دو تا دندان طلا دارد. حبیب آقا از نوک انگشت دست راستش تا شانه را خال کوبیده است. یک بار دیدم که با زنش دوتایی دارند کشتی می دهند. حبیب آقا زورک زیاد است. خاله اسمت وقتی حالش بد شده بود از حبیب آقا حساب می بود. حبیب آقا بعضی وقتها قایم میزند در خونه زنش. آن وقت زن حبیب آقا بر میگردد و قشقش میخندد. زن حبیب آقا خیلی اطفالی است. حبیب آقا توی میدان کار میکند. روزهای عاشورا تک و تنها میرود زیر علامت دسته زرگرها. توی اتاقشان عکس امام اول را قاب کردند، گذاشتند سر تاقچه. عمامه امام اول سبز است. چشمهایش آبی و ریشش قهوه‌ای است. مادر بزرگ اگر برود توی اتاق حبیب آقا اینها، قاب عکس امام اول را ماچ میکند. لبهایش را میگذارد گوشه عبای امام اول. دل حبیب آقا خیلی گنده است. وقتی ماهجبین خانم آبستن شده بود، دل کرده بود اندازه دل حبیب آقا. زن حبیب آقا مدام بزک کرده است. علنگوهای طلایش دارد میرسد به آرنج دستش. مادر بزرگ میگوید مردم نمیخورن نمیخورن، خونشان را گنده میکنن. عمه جان یک روز با خاله اسمت خوب بود، یک روز بعد. وقتی با خاله اسمت خوب بود، خاله اسمت میرفت طرفش. عمه جان چاییش میداد. چایی عمه جان اینها مدام به راه است. شوهر عمه جان پیر و مریض است و بلند بلند آروق میزند. عمه جان با شوهرش بدرفتاری میکنند. خرج عمه جان و شوهرش را بابا میدهد. اما مادر بزرگ و خاله اسمت خرجشان با خودشان بود. ماهجبین خانم خیلی حرف میزند. خدا چه قوتی داده است به چانه ماهجبین خانم، انگار به چانه‌اش زرده تخم مرغ میبنده. ماهجبین خانم از سید خلیل هم که شبها میرود بالای منبر و هی حرف میزند وراج‌تر است. ماهجبین خانم از اولش هم جورش با عمه جان جور نبود. هفته یک بار با هم میروند هم. عمه جان نان سنگک و کاهو هم با خودش میبرد. عمه جان یک پستان ندارد. مادر بزرگ میگوید پستان عمه جان را سرطان برده. این یک ساله را عمه جان لوتی شده بود و زن حبیب آقا انترش. جهان عمه جان را میخواستی زیر گوش زن حبیب آقا بود. گوش عمه جان را میخواستی گرم دهان زن حبیب آقا. این یکی میبرید و اون یکی میدوخت. حال خاله اسمت که بد شده بود، عمه جان برای مادر بزرگ پس پونتلو میداد. جیکو بیکش هم با زن حبیب آقا حسابی یکی شده بود. برای خاله اسمت هم ابرویی میگذاشت و ابرویی برمیداشت که بیا و ببین. برای ماهجبین خانم هم سوسیهای ناشتا میآمد. بهش گفته بود تا
فقط داداشم منتظر این است که زبان تر کنم تا ردشان کنم. بروند به کارشان. و من دیگر دلم نمی سوزد از اینکه همه جان یک پستان ندارد. حتی بعدم هم نمی آید که آن یک پستان دیگرش رو هم سرطان ببرد. عمه جان خودش را حسابی از چشم همه ما انداخته است. بابا که می گفت اگر آبجیم کج می گوید لج هم می گوید. مادر می گفت از گوش چه دیدم که از گفته که صد دسته به سر برده ببینه. شوهرم چه کارم می کند که عمه نمی کند. عمه چه کارم می کند که شوهرم نمی کند. بابا می گفت پول بابای آبجیم هم کرده. آخر خودمان هم از دست عصمت زنده شده ایم. حال عصمت از وقتی حالش بد شده بود هزار تا استاد و سک پیدا کرده بود. حال عصمت به خواب ماهجبین خانم رفته از چاق و سفید. ماهجبین خانم میگوید حال عصمت داشته توی حرم گوسفند قیمت میکرده. لباس نو تنش بوده و صورتش میدرخشیده. بعد سوار یک تیغه نور شده و رفته به آسمان. سر و ته تیغه نور رو هم دو ملائکه با بالهای رنگ و رنگ به دست گرفته بودن. محجبی خانم می آید کنار ظریف می گوید قربان خانمیت برم. من رو هم بفرست پیش عصمت که کو از خواب می برم. وقتی محجبی خانم خوابش رو تعریف می کرد عمه جان گفت که خواستی از قول من ازش حلال بودی به طلبی. و اون وقت زد زیر گریه. امروز صبح وقتی زن حبیب آقا خواب ماهجبین خانم را شنید انگشتر عقیق خاله عصمت را آورد و گفت که از توی باغچه پیدایش کرده. مادر به مادر بزرگ گفت این انگشتر کجای باغچه که بوده که او دیده و ما ندیده. مادر بزرگ گفت گردن خودش. مادر میگوید انگشترش قیمتی است. میگوید تربت سید الشهدا است. میگوید روزهای عاشورا مثل لخته خون قرمز میشود. حال عصمت وقتی جوان بوده انگشترش را از یک ارمنی خریده بوده به 40 تومان. مادر می گفت عصمت را هرچه زودتر ببریمش مشهد بهتر است. باید ببریمش پشت پنجره کودا. مادر بزرگ از بس اشک می ریزد چشمهایش سرخ سرخ است. مادر بزرگ بوی کاهیل می دهد. مادر بزرگ مرا به یاد سجاده، به یاد آب تربت، به یاد نمازهای بلند می اندازد. مادر بزرگ مرا به یاد مادر بزرگ می اندازد. از وقتی حال خاله عصمت بد شده بود بابا و مادر بزرگ سرد و سنگین شده بود. او شکنایه می زد که یا خاله عصمت را بفرستیم دیوانه خانه یا اینکه مادر بزرگ و خاله عصمت بروند یک جای دیگر اتاق بگیرند و بشینند. مادر اینها را به مادر بزرگ نمی گفت. مادر خیلی غصه می خورد. به بابا می گفت خدا را خوش نمی آید. به گمانم بابا قصه دوتا خواهر را نشنیده بود که اینها را میگفت. مادر بزرگ روز به روز کوچکتر میشود. مثل سایه شده. میترسم آخرین سایه کوچک توی سجاده گم بشود. یک سال میشد که حال خاله عصمت بد شده. یک سال میگذشت از آن روز صبح زود که از پشت بام آمد پایین و لخت شد و رفت توی حوض. بابا هم خانه بود. آقا حبیب هم بود. همه زنها ریختند و از حوض کشیدنش بیرون. بعد پشت را کشید به جان عمه جان. دکتر که برایش آوردیم گفت مخش تکان خورده. مادر قصه دوتا خواهر را برای همه من گفت. زن آقا حبیب بغض کرده. دوتا خواهر بودند. دوتایی رفتن پیش خدا. یکیشان سرش را گذاشت روی زانوی خدا و خوابش بود. آوخ آن یکی. مادر گفت عصمت رو هرچه زودتر ببریمش مشهد بهتر است. باید ببریمش پشت پنجره فولا. مادر بزرگ گفت همین هفته میبرمش. روزهای عزای حسین. دسته آمده بود تا پشت پنجره فولا. سنج زنها را نمیدیدم. صدای سنج بلند بود و یک زر. زنجیر زنها جلوتر از بقیه بودن. توی دوتا سر. پیراهنهاشان سیاه بود. پشت پیراهنهاشان به اندازه یک بشقاب سوراخ. پشت زنجیر زنها لخت بود و قرمز. مادر بزرگ اشک می‌ریخت به پهنای صورتش. دستم توی دست مادر بزرگ بود. به گردن مادر بزرگ عرق نشسته بود. توی حرم بوی گلاب بود و صدای زجه و زنجیر. زنجیر زنها ساکت ماندن. یک مرد کوتاه‌قد، هم سن و سال دایی محمود
رفت بالای چهارپایه. یک بلنگوی کوچک دستش بود و اون وقت روزه خواند. زنجیر زنها و سینه زنها هم گم دادند. توی حرم گرم بود، انگار چلچراغ‌ها به سقف می‌لرزید. خاله اسمت با چشم‌های مات نگاه می‌کرد. توی نینه چشم‌های خاله اسمت صدا بود. بوی گلاب بود و لختی قرمز پشت زنجیر زنها. همه چیز پشت یک لایه نازک شفاف حرکت می‌کرد، تند و غمگین. مادر بزرگ با چارپدش خاله اسمت را بسته بود به پنجره فولاد. خاله اسمت مثل یک دخیل به پنجره فولاد گره خورده بود. توی شلوغی، توی صدا، یک دست سفید و بزرگ از پنجره فولاد آمد بیرون، آمد طرف خاله اسمت. خاله اسمت سرش را بلند کرد و دست را بوسید. دست مهربون بوی گلاب می‌داد و من را به یاد نماز انداخت. زنجیر زنها زنجیرها را می‌کوبیدند به پشتشان. شانه مردها می‌لرزید و با دستمال جلوی چشم‌هایشان را گرفته بودند. چشم‌های خاله اسمت رنگ مهربانی می‌زد. دست بلند مردانه شانه خاله اسمت را گرفت. خاله اسمت کوچک شد و کوچک شد. آن وقت نشست کف دست بلند مردانه. دست عقب عقب می رفت که یکو سقف حرم برق زد و دیدم خاله اسمت نشسته است توی یک کجابه بلور. کجابه به اندازه قاعده یک دست بزرگ مردانه بود. دور کجابه را منجوق دوخته بودند. خاله اسمت پرده هایش را کشید. دو ملائکه گوشه های پرده را پس دادند و با چشم هاشان که مثل پولک سبز بود مرا صدا زدند. مادر بزرگ نمی دید. مادر بزرگ فقط گریه می کرد. خاله اسمت دست کوچک حنابستهش را از درز پرده های کجابه بیرون آورد. حرم توی نور پولک های سفید براق اون شد. خاله اسمت عطسه کرد. حرم مروارید باران شد و از سوراخ های کوچک نورگیر گنبد حرم کجابه های بلور ریسه شدن پایین. پرده کجابه ها عقب رفت. ملائکه با نعلین های سبز یکی یکی آمدن دست بوس خاله اسمت. خاله اسمت دستش را پس کشید. ملائکه سوار کجابه هایشان شدند. آن وقت همه کجابه ها به دنبال کجابه خاله اسمت قطار شدند. دوباره سقف حرم برق زد. کجابه ها از پنجره فولاد بیرون رفتند و میان صدای زجه و زنجیر و سنج و بوی گلاب زیر لرزش رنگ و بارنگ چلچراغ های آویزان گم شدند. پایان.